سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از کال آف دیوتی موبایل و کانال من. توی این ویدیو قرار به صورت کامل بهتون بگم که چجوری میتونیم ماشین ATV لژندری زودتر از همه دریافت کنیم، اونم به صورت رایگان، که امتحانش کنیم چجوری هست گیم پلش و اینکه توسط خودمون هم این امتحان کردن این صورت بگیره. پس اگه میخوایم به صورت رایگان ماشین ATV لژندری رو امتحانش کنیم، حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنیم. همچنین دوستان، توی این ویدیو قرار درباره لوکیشن های کامپیوتر هم بگم بهتون. همینطور که همتون میدونی، امروز سیزن 7 اومده با ایونت خفنش و این ایونت پر از جزئیاتی که من داخل یک ویدیو نتونستم همشو بگم، که داخل این ویدیو قرار سی تا پیاجو کامل با هم دیگه بررسی کنیم. اینم بهتون بگم دوستان که از طریق همین ایونتی که ما میتونیم ATV لژندری رو به صورت رایگان امتحان کنیم، پس حتما تا آخر تماشا کنیم. اول دوستان بریم سراغ گیم پلی کلاس های این ایونت که در بتریال امروز اضافه شدن. اولین کلاس مشت آهنی بود که دیدینش. دومین کلاس دوستان HS هستش، HS تانک، که البته اسمش این نیست، به من بهش میگن HS تانک چون بسیار شبیه همونم هست، که میتونید گیم پلش رو مشاهده کنید. و سومین کلاس، کلاس زنبور هستش، که این کلاس به نظر من از همهشون بهتره چون میتونیم انمی ها رو هک کنیم و از دید اونها به خودمون نگاه کنیم و قشنگ از موقعیت انمی میتونیم با خبر بشیم، که به شدت این کلاس رو پیتوبینش میکنه و قوی. این کلاس دوستان وقتی نوارش پر بشه به انمی یک شوک هم وارد میکنه. و اما دوستان کلاس آخر، کلاس چشمی هستش، که وقتی ازش استفاده بکنیم میتونیم از تمامی انمی هایی که در اون منطقه ما هستن با خبر بشیم مکانهاشون کجاست. یه جورایی همون چیز وال فنگ، وال هک، چه اونم حساب میشه. و اما دوستان بریم سراغ ماموریت اصلی ایونت اصلی سیزن 7، که اولین ماموریت درباره کاراکتر توگاسا هستش. وقتی با این کاراکتر صحبت کنیم، ما باید از این کارت های خاص به دست بیاریم که بتونیم ماموریت این یکی هم تمامش کنیم. اما اون کارت های خاص چجوری به دست میاد؟ کافی که از این سربازا رو بکشیم و پوینتی که بهتون میده رو برداریم و بعدش بریم سراغ لپتاپ هایی که در داخل مناطق مختلف بازی هستن، یکیشون رو هک کنیم تا ماموریت این یکی هم تمام بشه. اما دوستان به این سراغ مرحله دوم این ایونت، که وقتی به این خونه برسیم دوستان، دو تا علامت سوال و چند تا علامت سوال ممکنه براتون در داخل نقشه پیدا بشه. به سمت یکی از اونا برین و مرحلهش انجام بدین. اینجا برای ما از شانس خوبمون ماشین ATV لژندری هستش، که میتونیم به صورت رایگان امتحانش کنیم و وقتی هم مرحلهش تمام میشه که 1000 متر با این ماشین خفن رانندگی کنیم. وقتی که 1000 متر تمام بشه ما جوابش رو میتونیم دریافت کنیم. و اما دوستان بریم سراغ ماموریت سوم این ایونت، که درباره بلک مارکت هستش و کاراکتر این یکی که قیافش رو میبینی، که اسمش سخت بود یادم رفت چی بود، که وقتی دوستان برسیم به اون خونه ماموریت این یارو، میریم به سمت بلک مارکت و باهاش صحبت میکنیم که ازمون تیر میخواد، که وقتی تیر بهش بدیم ماموریت این یکی هم تموم میشه. فقط دوستان حواستون باشه که باید باهاش صحبت کنی و دکمه اکسپتش رو بزنی و بعد به این سراغ تیرهایی که میخواد تا بهش بدین تا محمد این یکی هم تمام بشه و لوت خیلی خوبی دریافت کنی ازش. و اما دوستان ATV لژندری یک محمد دیگه هم به همون میده، ولی به یک شکل دیگه. ما باید ATV لژندری به یک جایی برسونیم که خودش میگه، اما جوری که به این ATV لژندری آسیب نرسه و 90% اشپیش پر بشه. وقتی این کار رو کردین، محمد این یکی ATV لژندری هم تمام میشه و میتونیم جوادش رو دریافت کنیم ازش. و از آخرم کافیه بازی تمام بشه تا جوابشو بهتون بده در داخل ایونت اصلی. اما دوستان چند تا نکته درباره ATV لژندری بهتون بگم که چجوری هستش و ما چجوری میتونیم امتحانش کنیم. اول اینکه دوستان گردونه مربوط به ATV لژندری در تاریخ سه‌شنبه 18 مرداد میادش، یعنی هفته دیگه سه‌شنبه. اما قبل از اون تاریخ ما میتونیم ATV لژندری رو به صورت رایگان امتحانش کنیم و گیم پلش بفهمیم چجوریه، که اگه 1% قصد خرید ATV لژندری داشته باشین در تاریخ سه‌شنبه 18 مرداد، بفهمین گیم پلش چجوریه، که آیا ارزش خریدنش رو داره یا نه. اما دوستان این نکته بهتون بگم که این گردونه جت پک لژند هم داره، که جت پکش واقعا خوشگله و این ماشین لژندری ATV تنها وسیله نقلیه لژندری هستش که پیتوبینه چاپر انتونی توین تی و همچنین ORV زیاد پیتوبین نبودن، ولی خب خوشگل بودن. اما این یکی زشته ولی خب پیتوبینه.
چون هم میتونه صحبت کنه، هم میتونه بپره و هم میتونه شلیک کنه، که خدایش برای ماشین ATV که هیچ کار است پیتووینه این ماشین. اینم بگم دوستان بهتون که وقتی داخل بازی باشین و مهمت اینو میخواین انجام بدیم، تا زمانی که مهمتش انجام بدیم داخل اون مش ما میتونیم از این ماشین استفاده کنیم و امتحانش کنیم، اما در مش های بعدی وقتی مهمتش عوض بشه دیگه این ماشین وجود نداره و نمیتونیم امتحانش کنیم. پس تا میتونیم تا زمانی که هستش ازش کار بگشیم و دهنش رو سرویس کنیم. خب دوستان اینم از ATV لژندری رایگان. اما بریم سراغ لوکیشن های کامپیوترها و لپتاپ ها. در منطقه سانتاریوم میتونیم یکی از این لپتاپ ها رو پیدا کنیم که وقتی هکش کنیم به همون جوابشو میده. لپتاپ بعدی در منطقه نوکلیر پلنت هستش که داخل یکی از اون برجک‌هاش ما میتونیم شاهدش باشیم. فقط این نکته رو توجه داشته باشین که اگه قبل از شما کسی دیگه این کامپیوترها رو خورده باشه، دیگه برای شما اون کامپیوترها در اون مناطق وجود نداره. لپتاپ بعدی یا کامپیوتر بعدی در منطقه باس استیشن کنار یکی از اتوبوس‌ها هستش که میتونیم مشاهده کنیم. لپتاپ بعدی در منطقه هاربر هستش، بالای یکی از این بلندی‌ها. در این منطقه هاربر دو تا از این لپتاپ‌ها داریم، یکیش بالای بلندی هستش و یکی دیگرش هم داخل یکی از ساختمان ها هستش که میتونیم جلوتر مشاهده کنیم. لپتاپ بعدی هم در منطقه لانچ بیس هستش، همچنین در مناطق دارک، بلک مارکت و کیل هاوس هم دوستان ما میتونیم از این لپتاپ ها پیدا کنیم و همچنین در منطقه ساکورا که توی ویدیو قبلی بهتون کامل توضیح دادم این ایونت رو. خب دوستان اینم از این ویدیو و ایونت اصلی سیزن 7 که 3 تا پیازشو بهتون گفتم و هیچ نکته دیگه واسه این ایونت نمونده. اگه ویدیو دوست داشتین و براتون مفید بود حتما دکمه لایک رو بزنین و اینکه امیدوارم بتونین ATV لژندری رو به صورت رایگان امتحانش کنین که اگه گردونش اومد چیزی رو از دست نداده باشین. اگه دوستان داخل این ویدیو جدید هستین دکمه سابسکرایب یادتون نره و اینکه ویدیو قبل از این حتما تماشا کنین که پارت اول این ایونت رو داخل اون ویدیو توضیح دادم. همچنین داخل اون ویدیو من بهتون گفتم که چجوری میتونین گان منوال لژندری رو به دست بیارین که واقعا سخته. خب دوستان دمتون گرم، بازم تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون.